بشه ماشم نسل و نسلیخ تراسی والان موشه مشاره قدیدت یعقوب دوستان زیز شالوم پاراشای وایرا هستیم در سفر شمود طبق هارا و رخاییم حقادوش خب ما میدونیم که در این پاراشا هشم به موشه ربنو آشکار میشه و بهش میگه که بره پیش پرعو پادشاه مصر و بهش بگه که به قول معروف با زبون خوش بذاره که ملت اسرائیل از کشور مصر بیرون برن و اگر که اجازه نده هشم میاد و ضربات مختلفی رو به کشور مصر به زمین مصر میرسونه و ما میدونیم که در این پاراشا هفتا ضربات میشه و در هفته دیگه بزردشن پاراشای بو سه ضربت دیگه در اونجا خواهد بود اگر نگاه کنیم در ضربات مختلفی که هشم میفرسه هارا و رخای مقادش در مورد ضربت قورباغه سپرده یا صحبت میکنن که خیلی جالب هست در مورد ضربت قورباغه سپرده یا موقعی که میرسه همونطوری که مطلع هستید در خونه هاشون در تنورهاشون همه جا میره همونطور که هشم گفته بود حتی در وجودشون در معدهشون میره و اینجا هارا خیم میفرمان که خیلی سخت بود چرا که قورباغه ها دو مسئله بود یکی که خیلی صدا میکردن 24 ساعت داشتن صدا میکردن و همونطور که گفتیم در وجود اینها رفته بودن و پر او چنین چیزی رو دیگه نمیتونست تحمل کنه به خاطر همین مشه و ارون رو صدا میزنه و میگه برید و هر طوری شده این مسئله رو برای من قطع کنید چون که دیگه تاب زندگی نداشت از اینکه در وجودش رفته بودن صدا میدادن اینجا بود که پرا گفت اگر شما بتونید این مسئله سخت رو از من دور کنید من شما رو میفرسم برید در بیابان و عبادت خودتون رو انجام بدید مشربنو پرسید کی خواست نشون بده قدرت هشم رو گفت کی میخوای که این قورباغه ها از تو و از ملت تو دور بشن گفت لماخار مشهر ابنو گفت پایر افتخار کن که من میتونم چنین کاری رو انجام بدم تو فکر میکردی که شاید این قدرت از دست من خارج هست ولی هر موقع که بخوای من تفیلا میخونم و این قورباغه ها دور میشن پرو براش مهم نبود که مشهر ابنو تفیلا بخونه یا بالا بپره یا پایین بپره یا با یه چوب دست بگیره گفت فقط این مسئله از من و ملت من قد بشه البته میبینیم که پرعو چقدر خودخواه بود که گفت اول از من هر ناخدای کشتی هر کاری رو انجام میده که اون سرنشینان کشتی رو نجات بده فکر خودش نیست ولی پرعو آدم خودخواهی بود گفت اول از من دور بشن بعد از ملت من و خیلی جالبه که موقعی که مشربنو پرسید گفت کی میخوای این نشون دهنده این است که قدرت من که قدرت بر خو هست حقیقیه گفت کی میخوای دور بشن و یومر لماخار لماخار یعنی برای فردا نه اگر نه باید بود بنویسه و یومر ماخار فردا یعنی چه برای فردا برمینان انسان مریض هست دکتر میاد بر بالینش میگه کی میخوای این مریضی از دور بشه هر کی باشه میگه دیروز یک دقیقه نمیخوام با این مریضی سر کنم همین الان اگر سوزنی داری اگر رای داری که این مریضی رو از من دور کنی خواهش میکنم انجام بده ولی میبینیم که اینجا پرو حاضره یک روز دیگه 24 ساعت دیگه زجر بکشه و میگه ف... برای فردا منظور اینجا چی هست هارا و در نگاه اول که ما ها این طوری برای سالهای زیاد یاد گرفتیم توضیح میدن که پر او فکر میکرد که چرا امروز مشه اومده چون مشه میتونه امروز روزش هست امروز روز, قطع این قورباغه ها هست گفت پس اگر به مشه ربنو بگم امروز روز خودش هست و مشه ربنو واقعا کاری نمیکنه این نچرالی و طبیعی امروز قرار قطع بشه به خاطر همین من باید مشه رو در کوره آزمایش بگذارم ببینم واقعا اینها از طرف حشم هست و مشربنو از جانب خداست و به خاطرم این گفت حاضرم یک روز دیگه زجر بکشم ببینم فردا قطع میشه یا نه این یک پیروش ساده است که آرا با رخای مقادش و خیلی از مفارشیم دیگه چنین چیزی رو میگن مشربنو به پرو پر گفت تو فکر میکنی که بله حشم وجود داره تمام قدرت دنیا هست ولی خداوند ما رو ترک کرده از ما جدا شده کما اینکه در دوره اخشفروش هم همین طوری بود هامان اومد به اخشفروش گفت که ملتی هستن بله خدا هست ولی خداوند اینها رو فراموش کرده اینها رو ترک کرده ببین هفتاد و پنج سال گذشته از گالوت قبلشون و خداوند قرار بود اینها رو نجات بده و نجات نداده به خاطر همین پرو داره اینجا به مشه میگه فکر نکن که تو هر موقع بخوای میشه شما خدا دارید ولی خداوند شما رو فراموش کرده ترک کرده به خاطر همین موشه میپرسه مشربنو میفرماد کی میخواید تفیلا بخونم و اینجا بود که پر او داره مشربنو رو واقعا در کوره آزمایش میذاره میگه میدونی من چی میخوام من میخوام امروز تفیلا بخونی برای فردا دوستان گرامی آدم خیلی زخود میخواد که تفیلا بخونه و دیگه نمیتونه از هشم بخواد که هشم من همین امسال بچه میخوام یا من همین امسال پرناسا میخوام انسان میتونه تفیلا به خونه گریه کنه و اون زمانی که مشیت قدشابری خوه هست همون هست ولی اینجا پر او داره مشربنو رو واقعا آزمایش میکنه میگه اگر خداوند اینقدر تو رو دوست داره و ملت تو رو دوست داره و شما رو ترک نکرده تو باید به هشم بگی که چه موقع میخوام قطع بشه معمولا موقعی که ما تفیلا میخونیم میگیم خداوند و هر موقع مشیت تو هست اون زمانی که تو میدونی خوب هست برای من اون زمانی که تو سلام میدونی ما هیچ وقت نمیایم و به هشم زمان بدیم این رستوران نیست که آدم بره تو رستوران بشینه بگه اول برام خورش بیار بعدش برام کباب بیار بعدش اون بیار این طوری نیست رستوران نیست اینجا بلکه لحبدی للف داریم با قدشا خود صحبت میکنیم همون که تفیلامون رو قبول کنه و همون که اون چیزی که ما میخوایم یک زمانی بهمون بده اون خودش خیلی مهمه علاوه بر این بیایم و زمان برای هشم مشخص کنیم که من امروز تفیلا میخونم همین فردا هم میخوام که برام انجام بدی بلکه مثال این هست که مثل پدری هست که در خونه است و فردی میاد در میزنه میگه به پسرش میگه میخوام با بابات صحبت کنم پسر میره به پدرش میگه فلانی اینجاست میخواد با شما صحبت کنه میگه نه امروز وقتش ندارم بگو فردا بیاد خب این راحته برای که این پدر نمیخواد با این فرد صحبت کنه ولی اگه فرزند خودش بگه پدر من میخوام با شما فردا یا امروز یا امشب هر موقع صحبت کنم میگه بخوابود عزیز من چی میخوای چه کار میتونم برات انجام بدم و اینجا نشون میده دوستان گرامی بانیم لماکم ما فرزندان کچابر خو هستیم در تفیلای هشم برای ما هر لحظه هر موقع نصف شب بلند هر موقع بلند هر موقع زمان که بخوایم با هشم صحبت کنیم گوشش رو مستمع میکنه که تفیلای ما رو گوش کنه و این فرق ما هست با ملت های دیگه که هر موقع بخوایم میتونیم تفیلا به هشم بخونیم و هشم تفیلای ما رو گوش کنه مشرب گفت هر موقع تو بخوای پراگو ببین میخوام امروز بخونی برای فردا که نشون بده تو هشم دوستت داره و حرف تو رو گوش میکنه و چنین چیزی شد که مشربنو تفیلا خوند گفت هشم من تفیلا میخونم و خواهش میکنم که فردا این مسئله قرباقه رو قطع کن و به خاطرم این حالا میفهمیم چرا نوشته لماخار یعنی تفیلا بخون برای فردا نه که فردا بیستی تفیلا بخونی برای همون روز میخوام امروز بخونی امروز به هشم بگی که فردا اون رو قطع کنه که ببینم آیا هشم صدای تو و تفیلای تو رو گوش میکنه یا نه خب مشرب دقیقا همین کار رو انجام میده و میبینیم که فردا تمام قربه ها میرن ولی از کجا دلیل که واقعا مشرب امروز تفیلا خون برای فردا کی میتونه شاهد باشه از کجا پر او قبول داره که مشرب ربنو کلک نمیزنه شاید مشتر ربینو باش اشکالی نداره من امروز تفیلا میخونم برای فردا ولی فردا تفیلا بخونه ما قبول میکنیم چون ما امونا داریم ولی پر او از کجا قبول میکنه خیلی جالبه هر موقع که مشربنو میخواست تفیلا بخونه از شهر میرفت بیرون چرا که ماکم و مکان مصر جای تومعا بود ناپاکی بود 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 کارهای زشت انجام میدادن موقعی که مشربنو از شهر میرفت بیرون همه میدونستن که مشه داره میره تفیلا بخونه موقعی که تو خود مصر بود میدونستن که اونجا تفیلا نمیخونه اینجا اگر پاسخ رو نگاه کنیم نوشته ویسه مشه می این پرو یعنی در اون روز از پر و از کشور مصر خارج شد در اون روز رفت تفیلا خوند که چی؟ که قورباغه ها فردا نابود بشن حالا فردا که رسید یعنی روزی بود که معمولا باید بود مشربنو بره بیرون نرفت بیرون همه دیدن مشربنو ایستاده پر او دید دید که مشربنو ایستاده در جلو قصرش تفیلا هم نمیخونه و یه بارگی قورباغه ها رفتن و اینجا متوجه شدن همه ی مصر که خداوند با ملت اسرائیل هست هر چیزی که ملت اسرائیل بخوان هر چیزی که شمره تورا و میسود میخوان هشم انجام میده دوستان گرامی در خاتمه ما درس خیلی خیلی بزرگی رو یاد میگیریم که هشم انقدر ملت اسرائیل رو دوست داره منتظر تفیلای ما هست هشم میخواد که ما تفیلا بخونیم و اگر خودمون به قدرت این تفیلا پی ببریم میفهمیم که چقدر حشم حاضر برای ما دنیا رو عوض کنه کارهای مختلفی انجام بده که هیچ وقت برای هیچ مللی انجام نمیده پس باید بیشتر و بیشتر به قدرت تفیلامون پی ببریم نه اینکه فقط تفیلا رو بخونیم به عنوانی که میخوایم یک باری رو از خودمون آزاد کنیم تفیلا بخونیم مانند این که یک پسر در جلو پدر خودش ایستاده و با کمرویی میگه بابا من یه چیزی از شما میخوام و بابا میگه چی میخوای عزیز دل من چی میخای تا برات انجام بدم هر چیزی که بخوای برات انجام میدم این هست که بیشتر و بیشتر بچسبیم تفیلامون رو که میخونیم با کوانا بخونیم با نیت بخونیم واقعا از هشم اون چیزی رو که میخوایم حتی اگه تا امروز بهمون نداده ولی وظیفه ما چی هست که تفیلا بخونیم و هشم اگر ببینه که ما عوض شدیم تفیلا خوندن یعنی این که من عوض شدم اون آدم قبلی نیستم و بهتر شدم عوض شدم هشم صد درصد مراد دل هر کسی رو بهش میده شبات چالوم برو خدنال اولامن و آمن در پاراشای امروز و ایرا خوندیم که هر دفعه که پر او اتفاقی براش میافتاد ضرباتی میافتاد خطای خودش رو قبول میکرد ولی دوباره ادامه میداد و کسی که در زندگی این طوری هست که واقعا از صمیم قلب خطاهای خودش رو قبول نداره و نمیاد اعتراف کنه اگر به کسی بدی کرده حرف بدی زده کسی رو به گریه انداخته این هیچ وقت بخشیده نمیشه تا اینکه واقعا بره از صمیم قلب مخیلابودی به طلبه و بخشیده بشه و اون موقع هست که مزالش که بسته شده باز میشه داستان جالبی هست که هاراف زلبرشتنگ در سفر بارخی نفشی می نویسن میگن در یکی از شهرهای اسرائیل که اون راو اونجا هاراف خیم زید تا هنوزم راو اونجا هستن در یکی از صحبتاشون میگفتن که چقدر مهمه که انسان حواسش باشه بی احترامی به کسی نکنه کسی رو ناراحت نکنه پول کسی رو نخوره و در آخر اگر به هر اشتباهی رفته و چنین کاری رو کرده بره پول رو پس بده یا اگه حرفی زده تمنا و خواهش کنه و معذرت خواهی بخواد و راه و روشش رو درست کنه حراف زعید میفهمان در یکی از شبات هایی که در این مورد قبل از شنا و کیپور بود در مورد بن آدم لخورو که هر کس باید چطوری رفتار کنه با رفیقش و اگر کاری کرده باید بره مخیلابودی به طلبه در این مورد صحبت کردن و موقعی که شبات تموم شد ایشون از کنیسا داشتن می اومدن بیرون یک دختری جلوی ایشون میگیره و میگه هاراف من اگر دو دقیقه وقت داشته باشید میخوام با شما صحبت کنم میگه به خواهد میگه من الان این دختر میگه میگه من الان سی و هفت سالمه هارا و من تا امروز ازدواج نکردم خیلی ناراحت هستم دوستان من هم کلاسی های من الان کم کم دخ دختراشون دارن به ازدواج در میارن چند برخواه بچه دارن و من هنوز اون شیدوخ اصلی خودم رو پیدا نکردم و خیلی ناراحت هستم زمان زیادی برای من نمونده که بخوام بچه دار بشم و از شما کمک میخوام میگه من میخواید برای چیکار کنم میگه هارا من خودم میدونم چه اشتباهی کردم من مثل افراد دیگه نیستم که بگم نمیدونم و مقبول میخوام من خودم دقیقا میدونم من موقعی که در مدرسه بودم سال دوازده بود در یشیوا بودیم سمینری بودیم اونجا بود که خب همه دختر بودیم با هم شوخی می کردیم دوست بودیم و یک بار موقعی که من اون کاسی سوپم رو گرفته بودم که ببرم بشینم سر نیمکت خودم برای نهار غذا بخورم یک دختر محکم به من زد و تمام سوپ ها ریخ رو من خب من خیلی ناراحت شدم با اخلاق خیلی بدی باش رفتار کردم بهش گفتم که ببین هم مثل قدت که کوتاست هم کمه و کوتاست. اگه یه ذره عقل داشتی اگه یه ذره چشمت میدید این طوری راه نمیرفتی و هر چقدر که این میگفت من معذرم میخوام گفتم نه نگاه کن کجا میری مگه کور هستی و تمام دخترایی که اونجا ایستاده بودن به من نگاه میکردند که یعنی چرا با این این طوری صحبت میکنی ما در یه هستیم ما قرار نمونه باشیم در جلوی مردم خلاصه بعد از چند دقیقه که خشمم فرو ریخت فهمیدم که چه اشتباهی کردم فهمیدم که خون یک نفر رو ریختم و خون ریختن یک نفر مانند کشتنش هست رفتم پهلوش گفتم من رو مخیلا کن من یکم عصبانی شدم بیشتر از حد خودم و خودم رو گم کردم و در اون لحظه نفهمیدم از این معذرت میخوام من رو بخش گفت به هیچ وجه نمیبخشم گفتم ببین من اومدم با قلبی شکسته از تو معذرت خواهی میکنم گفت تو آبروی من رو جلوه پنجا شست نفر بردی حالا میخوای در خفا فقط از من معذرت خواهی کنی اون موقع من دلم میخواست زمین باز بشه برم تو من حالا جلو چشمم رو جلوی کی باز کنم تو این مدرسه چطوری اینجا بمونم هر روزم نگاه میکنن قد کوتاه من دست منه من خواستم یا هشم خواسته و هر عقلی که دارم من دارم و یا هشم به من داده گریه کردم ازش معذرت خواهی کردم و این به هیچ وجه حاضر نشد سالهای زیادی گذشت و من مرتب بهش تلفن کردم افراد زیادی رو به خونش فرستادم که از طرف من معذرت خواهی کنن و هیچ قبول نمیکنه به هیچ وجه حاضر نیست من رو مخیلا کنه حراف من از شما خواهش دارم شما را این شهر هستید حرف شما رو قبول میکنه حراف زعید فکر کردن گفتن هیچ اشکالی نداره آدرس رو گرفتن رفتن در خونه اینها و به با این دختره نشستن البته اول نمیخواست که واقعا قبول کنه ولی خب دیگه راو شهر هست آدم باید احترام داشته باشه گو به خاطر شما حراف من حاضرم ببخشم و قرار شد که اینها با همدیگه یک جلسه داشته باشن حرفهاشون رو بزنن از دل و قلب خالی کنن خودشون و بتونن راه زندگیشون رو ادامه بدن موقع که این دختری که حرفای بد زده بود اومد خونه اینها نشستن از اول کار فقط گریه میکردن و حرف میزدن تا آخر کار در موقعی که اینها نشسته بودن حرف می زدن یک پسر وارد اون اتاق شد به اون دختری که مخیلا نمی کرد گفت آره این بسته است که خواسته بودی برای تا بردم. حالا میدونم وقت صحبت نداری تا بعدم خب و در و بس رو بست و رفت اینها دوباره صحبتشون رو تموم کردن همدیگر رو کاملا مخیلا بودی طلبیدن بخشیدن و این دختر اومد بیرون حالا راحت شده بود اون سنگینی که سالها برگردنش بود الان دیگه نبود و خیلی راحت تر بود فردا دوباره هاراف زعید که در یه شیوان نشسته بودن دیدن تلفن زنگ میخوره تلفن رو برداشتن دیدن دوباره همون دختر است گفت که کار درست شد کارت گفت بله گفت ولی یه کار دیگه بهتون دارم گفتن به خوابت بفرماد گفت که هارا موقعی که با این دختره نشسته بودم یک پسر اومد تو و یک بسته داد به این دختر من به قلبم اومد که این پسر برای من هست نمیدونم چرا ولی خیلی خیلی فکرم اومده که این دو پسره به درد من میخوره حراف زید گفتن ببین من شدخان نیستم این رو باید به شدخان زنگ بزنی بگی کار من یه ولی این کار کار من نیست دوباره این دختر خواهش کرد گوه شما یک میسوا شروع کردید بیا تمومش کنید شاید هشم تمام این بسله رو درست کرده که من بتونم به زوج اصلیم برسم در زندگی و این میسوای شما خواهد بود و واقعا همین طوری بود آراب زید زنگ زدن با اون پسر که برادر اون دختر باشه صحبت کردن و حاضر شدن که با این برن بیرون و چند هفته بعد این پسر و دختر نامزدی کردن و حراف زعید را آوردن که برخای عروسیشون رو بگه این هست که انسان در هر موقعیتی که قرار داره باید بدونه که نمیدونه یشوا در کجاست ولی باید بدونه که با مردم خوب باشه و مخیلا بودی به طلبه که هیچ کس در این دنیا ازش ناراحت نباشه برو خدا من و آمن